امروز روز جهانی کتاب است، روزی که یونسکو در سال 1995 تصمیم گرفت تا حق نشر در این روز در سراسر جهان تجلیل شود. اینکه وضعیت کتاب فروشی ها چگونه است و فرهنگ مطالعه در میان جوانان چقدر وجود دارد در این گزارش می‌پردازیم. سر زدم به شماره از کتاب فروشی های مزار شریف. در اینجا هزاران جلد کتاب انتظار خواننده را دارد، ولی از خریدار خبر نیست. کتاب هایی را هم می توان یافت که ماها باز نشده و برگ برگ آنها خاک زده است. در حال که در روستاهای افغانستان جوانان هم هستند که از نداشتن مواد درسی و کتاب رنج می برند. چرا وضعیت این گونه است و جوانان علاقه به خواندن کتاب ندارند؟ ضرورت ما داریم به نویسنده های زبردست که در موضوعات مختلف تحقیق و پژوهش بکنن تا یک حاصل خوب را یک کتاب را بسازن به نام حاصل پژوهش تحقیقشان که اینجا جوان ها از استفاده درست بکنن. قسم ذهن انسان رو مشوش می سازه به خاطر چاپ های مثلا پاکستان است، ایران است. و اما رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ از نظارت کتاب های وارداتی در گمرک ها سخن می زند. کتاب هایی که در بلخ می سریق بندرها از طریق مرزها از بیرون کشور که ما به شکل نظارت میکنیم که گمرک برای ما خبر میده و مکتوب میده و آیت ما کتاب ها رو میبینه. اینجا یکی از کتاب فروشی های مزار شریف است، جایی که تفکر و اندوخته های صدها دانشمند در این کتاب ها گنجانیده شده، اما متاسفانه تعداد خریداران این کتاب ها در یک روز بیشتر از تعداد انگشتان ما نیست. علاقمندی جوانان نسبت به مطالعه کمرنگ است. شمار جوانان دلیل آن را کمبود کتاب‌های فارسی دری و نویسندگان افغانی می‌دانند. کتاب نیست یا کتابخوان؟ برای پاسخیابی به این سوال آمدم نزد محقق و نویسنده‌ای که بیشتر از دو دهه فعالیت‌های خود را وقف تحقیق، تحلیل آثار و افکار شاعران و آفرینش‌های ادبی، فرهنگی و هنری کرده است. او در پاسخ به این سوال چنین میگوید: کوتاهی‌های هست که همواره مورد انتقاد است در افغانستان، کتاب‌های مفید و موثری که بتونه گروه‌های سنی خاصی را هدف قرار بده و با استفاده از اونها بتونن در مقطع‌های گوناگون سنیشان این آثار به مطالعه بگیرن و در زندگی واقعیشان در واقع استفاده بکنن و سطح دانششان بالا ببرن، از یک طرف اطلاعات و آگاهی و ایناشان بالا ببرن، اینا کمتر بوده. اما در حدود 60 کتابخانه مربوط به نهادهای خصوصی و تحصیلی و 2 کتابخانه عامه در سطح ولایت بلخ وجود دارد. نویسندگان و فرهنگیان بلخ وضعیت مطالعه و کتابخانی را در این ولایت خوب می دانند. اما این وضعیت در روستاها این گونه نیست. جوانان زیاد از سبب نبود کتاب رنج می برند و شرایط امنیتی و اقتصادی اجازه خریداری کتاب ها را از داخل شهر به آنها نمی دهد.